دیگه میگن سرتا پاشو میخوایم طلا بگیریم، ما هم میخوایم سرتا پاشو طلا بگیریم، با من همراه باشی. سلام بچه ها، من لحال هستم، به پیج من خوش اومدید. امروز اومدیم با یه ترفند حرفه دیگه برای مبتدیان. اصطلاحی که گفتم شوخی بود بچه‌ها، که می‌خوایم سرتاپاشو طلا بگیریم، ولی امروز می‌خوایم یاد بگیریم که چجوری یه بافت بدن رو تبدیل به بافت طلا کنیم. خب با یه ترفند خیلی خیلی ساده. این ترفند به نظر خیلی ساده میاد بچه‌ها، اما کاربردهای خیلی زیادی داره. می‌تونید برای اینکه اجسام مختلفی رو توی اجسا به حالت‌های دیگه درش بیارید، یا اینکه بافتش رو یه جوری تغییر بدید که از بافت مثلا سنگ به یخ تبدیل شه، یا یه همچین چیزایی، می‌تونید از این روش استفاده کنید. خب دو تا نکته در مورد این ویدیو هست. اولین قضیه این که این ویدیو روی رنگ پوست تیره خیلی بیشتر جواب میده، به خاطر همین مدلی که من انتخاب کردم کلا سیاهه. خب روی پوستای روشن افکت خیلی جالب نمیشه بچه ها، این رو در نظر داشته باشید. در درجه دومی که کسی که من الان عکسش رو برداشتم، مدلی که ازش عکاسی شده، بافت بدنش کاملا مشخصه. خب این بافت بدنش باعث میشه این افکتی که ما می‌خوایم بدیم بیشتر خودش رو بزنه تو چشم. خب پس بنابراین اگر خواستید این افکت رو برای کسی انجام بدید، یا اگر خواستید یه وقتی یه کاری رو انجام بدید مشابه این دیدید که نمیشه، شاید مشکل از رنگ پوست طرفه، شاید مشکل از بافتی که وجود نداره، خب و اینا رو باید دستی بهش اضافه کنید. اوکی خلاص، پس با من همراه باشید که ببینیم که ایشون رو چجوری تبدیلش به طلا کنید. خب اول قضیه این که بچه ها، این مدل من بک‌گراندش سفید، بهترین حالتش این بود که بک‌گراند من مشکی بود. خب ولی حالا شد این عکس من بک‌گراندش سفیده، با یه اپلیکیت بگیریم ازش با کنترل جی، مدل اون رو سلکت میکنیم، خیلی راحت سلکت میشه. من سلکشن خیلی خاصی اینجا انتخاب نمی کنم. خب و با سکرو بیذاریم که به پشتش در واقع الغال نشه. بعد میریم تو گزینه فیلتر، کامرا را فیلتر، و قسمت تمپرچر رو کلا میبریمش به طرف زرد. طلا شد. اما دو چند تا نکته ببینید بچه ها، کامرا را ابزار خیلی پیشرفته و ابزار خیلی خوبیه توی فتوشاپ. خب که حتما بهتون قول میدم که آموزشش رو حتما براتون میذارم، تک تک ابزارش رو بهتون معرفی میکنم، خیلی توی ادیت کردن عکس بهتون کمک میکنه و خیلی راهکاراتون رو راحت‌تر میکنه. خب و اینکه اگر که عکستون توی دوربینای حرفه‌ای به صورت را بگیرید، خب فرمت را خوبی که داره اینه که اطلاعات عکس رو پیش خودش نگه میداره. درست؟ یه فرق با جی پی اگ داره، حتما توی یه ویدیو یا تفاوتش رو توضیح میدم، یا توی یه بلاگ پست براتون بحثی حتما تفاوتش رو می‌نویسم که تفاوت را با بقیه فرمت‌های ساده عکس چیه. ولی اینو در همین حد بدونید که اگر عکستون فرمت را داشته باشه، به محض اینکه ویدیوزش تو فتوشاپ کامرا را فیلتر براتون باز میشه و خیلی از قابلیت‌ها رو میتونید همونجا ادیت کنید. مثلا اگه بک‌گراندتون کامل سفید نیست، یه ذره زردی داره، قرمزی داره، یه همچین چیزایی، میتونید ادیتش کنید. یا اگر رنگ آبجکتتون، معمولا کسایی که سلطه عکاسی میکنن این مشکل رو دارن، رنگ آبجکت یه مقداری متفاوت میشه توی عکاسی. خب اگر همچین مشکلی براتون پیش بیاد، تو کامرا را به راحتی میتونید حلش کنید. خب در اینجا در همین حد داشته باشید که تمپرچر میشه اون در واقع میشه حرارت دوا. خب به سمت زرد ببریدش گرمتر میشه، به سمت آبی ببریدش سردتر میشه. و ایجابی سری قابلیت های دیگه هست، مثل کالتراست رو میتونید عوض کنید، هایلایت ها رو و همچی چیزهایی رو که باهاش بازی میکنیم توی عکسمون. خب توی عکسی که میخوایم در واقع ادیت کنیم، ببینیم کجا حس طلا بودن رو به ما بیشتر میده، کجا حسش رو کمتر ایجاد میکنه، کجا رو بیشتر تولید کنیم. اینا فقط بازی کردن. خب این چه سه تا گزینه داریم. تکسچر، تکسچر باعث میشه بافت بیشتر بزنه خودش رو تو چشم. ببینید بافت ها خودشونو بیزنن بیرون، ولی هیچ وقت 100% کار نکنید، کاملا مصنوعی میشه. خب کلاریتی باعث شفافیت تصویر میشه بچه ها. خب اگر که عینک ادیت میکنید، یا حالا یه وقتای کیف و ایلا، این کلاریتی باعث میشه آبجکتتون یه ذره در واقع شارپ بیاد. با شارپنس فرق میکنه، ولی یه ذره شارپ ترش میکنه. دیهیز هم همینطور، دیهیز هم باعث میشه یه ذره بافت خودشو بیشتر نشون بده. ببینید خب این اگه یه کوچولو کم و زیاد میشه.
برای بعد بازی کنید ببینید تو کدوم حالت برای شما بهتر. به همین راحتی اوکی میزنی و آبجکت مطلع شد. چون الان لایه اون رو باز کردیم، این قسمت شبابرش هم به راحتی میتونید پاک کنید. براش رو بشکی و یه ذره هاردسش رو کم کنم. و خیلی راحت گوشه های لباسش رو پاک کنید. اگر اشتباه کردید سویچ میکنید بین رنگ سفید و مشکی تا کار اون چیزی که دلمون میخواد در بیاد. به همین راحتی. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه و براتون کاربردی باشه. ویدیوهای فایل تمرینی این کار رو حتما براتون میذارم بردارید. البته فایل تمرینی خاصی نداره، ولی محصول مول مدل رو براتون میذارم که ازش استفاده کنید. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. دوستتون دارم. فعلا خدافظ.